بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی بعد از حکم بازداشت نتانیابو و یواف گالانت یه برنامه داشتیم گفتم که هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد اما الان خبر فرار یک سرباز ارتش اسقاطیل خبرساز شده که میخوایم ما هم بررسی کنیم بعد در انتهای برنامه به شما بگم که اهمیت این فرار در کجاست بریم ببینیم الجزیره چی گفته علي علیفمن ضابط احتياط بجيش الاحتلال الاسرائيلي قاتل في غزه منذ بدء التوغل في القطاع وكان يقود سريه دعم لوجستي میگه علي شاليفمان افسر ذخیره در ارتش اسقاطیله که تو قزه از زمان آغاز ورود زمینی به نوار غزه در حال جنگ بود و گروهان پشتیبانی لوجستیکی رو فرماندهی میکرد سفر علي شال اسبوع الى جزیره قبرص لقضاء عطله بالاستجمام والرومانسيه مع زوجته بمناسبه الذكرى السابعه لزواجهما لكن میگه با زنش بلند میشن میرن قبرس برای هفتمین سالگرد ازدواجشون یه تفریح رمانتیکی اونجا داشته باشن رحله انتهت قبل موعدها بشكل مفاجئ اما این سفر قبل از موعد خودش به طور ناگهانی تموم میشه به پایان میرسه. کشفت وسایل اعلام اسرائیلی عن مغادرت الیشا مع زوجته بعد ان خاطبته وزاره الخارجيه والعدل والسفاره الاسرائيليه في قبرص طلب بيت چون رسانه هاي از خروج الیسا از قبرس به همراه همسرش بعد از نامه وزارت خارجه و دادگستری و سفارت اسقاطیل در قبرس خبر دادن بات منه المغادرة على الفور بسبب مخاطره من اعتقاله من قبل السلطات میگه تو این نامه ازش خواسته شده بود که فورا قبرس رو به علت خطرهایی که در خصوص دستگیریش از سوی نهادهای اطلاعاتی قبرس وجود داره ترک کنه بعد ان عاد الى اسرائیل ظهر الضابط علی شع داخل المطار فی مقطع ویدیو نشرته زوجته علی حسابها فی اینستاگرام در میگه بعد از برگشتنش به اسقاطیل الیشا ته یک کلیپی در حساب کاربری همسرش تو اینستاگرام تو فرودگاه یهوی سر پیدا میشه و این کلیپ رو منتشر میکنه بینهما هذا الحوار مستو... و این گفتگو بین اون دوتا صورت میگیره به زنش میگه تو اسکاتیل با جنایتکاری بین المللی در حال گردش هستم به حالت تمسخر بعد این یارو میگه معروف شخصیتی معروف در جهان و نه جنایتکار بلکه شخصیتی مشهور لكن ما سبب مغادرته المفاجئة لقبرص؟ مؤسسه هند رجب الحقوقية التي تأسست في بلجيكا بعد استشهاد طفلة هند في غزه میگه اما علت ترک ناگهانی قبرس توسط این دو نفر چیه؟ یه مؤسسه حقوقی به اسم هند رجب در بلژیک و بعد از شهادت کودکی که هند نام داشت تو غزه تأسیس میشه و تعریفون قصه هند رجب هد... و شما داستان این کودک هند رجب رو میدونید به طفله طبعا هذه المؤسسه قدمت شكوى رسميه للسلطات القبرصيه ضد الضابط الاسرائيلي اليشا ان مؤسسه بنهاد هاي بلجيكي علي افسر اسقاطيلي شكايتي تقديم كرده شليفمن همين اليشا ايديفمن يتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزه الم... و ان شخصه بجنايات جنگي متهم كرده منظمه قدمت فيديوهات نشرها اليشا على حساباته یتفخر این مؤسسه رفته کلیپ هایی رو منتشر کرده که این علی توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی خودش منتشر کرده بود و فیها تدمیر منازل الفلسطینیین و حرق غزه بالکامل نشاهد توی این کلیپ ها به خراب کردن خونه های فلسطینی و قصد خودش برای آتش زدن کامل غزه افتخار میکنه دو هذه الفيديو هات این کلیپ ها رو مشاهده میکنیم میگه ما اینجا تو رفه هستیم و تا زمان به آتیش کشیدن کامل قزه متوقف نخواهیم شد میگه آیا این همه ویرانی رو میبینی؟ اینو میبینی؟ اینطوری خونه هاشون رو به صورت کامل خراب میکنیم میگه رفح رو کاملا تیکه تیکه میکنیم تا اینکه برای زندگی به اینجا برگردیم و خونه های مخصوص به خودمون رو تو اینجا بسازیم و کانت مؤسسه هند رجب قد قدمت في اکتبر الماضی شکاوا ضد الف عسکری اسرائیلی با اسمائهم این مؤسسه بلژیکی هند رجب میگه در اکتبر گذشته شکایتهایی رو علیه هزار نظامی اسقاطیلی اون هم با نام ارائه داده ادلت لی ادانتهم فی المحکمت الجنائیت الدولیه به توهم ارتکاب جرائم حرب فی قطاع غزه و دلیلهایی رو به دیوان کیفری بین الملل به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی در نوار غزه تقدیم کرده تعليقات كثيره على مواقع التواصل حول مغادرة الضابط الإسرائيلي علی شعليف من لقبرص میگه نظرات زيادة شبكات اجتماعی خصوصا على تويتر منظورش درباره فرار این علي شعليف از قبرس منتشر شده سارا تقول في تغريدة استشهدت طفل المسكينة هند رجب وما زال دماؤها تطارد هؤلاء المجرمين في كل میگه سارا یه شخصی کاربری به اسم سارا ته توییتی میگه که این کودک بیچاره هند رجب شاید شد همچنان خونش جنایتکاران رو در تمام دنیا دنبال میکنه دول العالم عمار يقول جرائم حرب اللي حصل في غزه اباده بشريه مروعه بلا رحمه و تحت انظار العالم والعرب عمار کاربر دیگه ای در توییتر گفته که جنایت های جنگی اتفاقات رخ داده در غزه نسل کشی وحشتناک و بیرحمانه و در برابر دیدگان عرب ها و جهانیان بود عن ای جرائم حرب تتحدثون از کدوم جنایت های جنگی صحبت میکنید؟ من تقول و مضرهم لو تم سجنهم او محاکمتهم ما الذي سيغيره لا شيء حنان یه کاربر دیگه میگه چه آسیبی به این رژیم میزنه اگه زندان و محاکمه میشدن چه چیزی تغییر میکرد هیچ چیز سوسن قالت هذا الضابط ليس سائح وخائف يتمنى النوم براحه سوسن گفته که این افسر گردشگر نیست بلکه او ترسویی است که آرزوی خواب راحت رو داره خائف وملاحق مرتعب ودائم الترقب ترسو تحت التغيب ووحشت زده همیشه در حال انتظاره السؤال الان هل تمتلك قبرص او اي دولة الحق في القبض على المتهمين بارتكاب جرائم حرب واجراء محاكمات لهم سالنا السؤال انه ايه قبرص يا هر كشوره ديگه حق دستگيري المتهمان به ارتکاب جنایات جنگی و برگزاری دادگاهی برای اونها رو داره دکتر عمر عمر استاد قانون الدولي في الاردن و اجابنا على التساؤل میگه از دکتر عمر امر, امر این سوال رو پرسیدیم ایشون استاد حقوق بین الملل در اردنه و بهمون پاسخ داده بریم ببینیم چی گفته تستطيع الدول التي تعطي لنفسها الاختصاص العالمي میگه این کشورها که به خودشون سمت و عنوان جهانی بودن رو میدن ام تقوم بی ملاحقت و معاقبت من یرتکب جرائم شکل و انتهاکن خطیرن للقانون الدولی الانسانی میتونن امکان مجازات و پیگرد مرتکبان جنایت هایی رو داشته باشن که باعث نقض خطرناک قوانین بین المللی بشری میشن مثل بلجيكا، فرنسا، بريطانيا. مثل بلجيك، فرنسا، بريطانيا، صغير. فهذه الدول تنص قوانينها الداخلية على تجريم هذه الأفعال. و... بالتالي يمكنها تعقب وملاحقة هؤلاء المجرمين، وقد فعلت هذه الدول ذلك سابقا. در نتیجه امکان پیگرد و دنبال کردن این جنایتکارا وجود داره و در گذشته این کشورهایی که اسم بردم این کار رو کرده بودن اما هدف از انتشار این برنامه چی بود؟ ببینید بهتون گفتم که دادگاه بین المللی همین دادگاه لاهه هیچ کاری در حق بنیامین نتانیابو و یواف گالانت نخواهد کرد خب دو ساعت بعد از اون برنامه ما بود که آمریکایی ها و برخی از نوکران آمریکایی ها در برخی کشورها اعلام کرده بودن که ما دادگاه لاهه رو تحریم میکنیم تحت فشار قرار میدیم از این حرفا پس معلوم شد که اون برنامه ما درست بود درست تشخیص داده بود چون یه ده زیادی خوشحال شده بودن کیف کرده بودن بله نتانیاهو بازاش بازداش این حرفا اما چرا این افسر اسقاطیلی بهش پرداختم و گفتم که فرار کرد از قبرس به این دلیل که حتی اگر هیچ اتفاقی در کشورهای دیگه نیفته یعنی حتی اگر این رو تو قبرس اگر میمون بازداشتش نمیکردن محاکمه هم نمیشد همین حس ترس و ناامنی که درش به وجود اومده خود همین ضرر بسیار بزرگی است به اسقاطیلی ها و در آینده نزدیک طبعات این ترس و وحشت از سفر به سایر کشورها رو در اسقاطیلی ها خواهید دید تجمع و تلمبار یک خشم پنهان که علیه ارتش و کابینه نتانیاهو خودش رو بروز و ظهور میده و شما شاهد یک درگیری های درونی خواهید بود که این در عرصه اجتماع هم خودش رو نشون میده از اون طرف خشم کینه و نفرت سایر مردم جهان رو نسبت به اسقاطیلیا داره بیشتر و بیشتر میکنه یعنی یکی از ثمرات طوفان الاقصا همین بود که چهره واقعی اسقاطلی ها رو به دنیا نشون بده وقتی یه مؤسسه بلژیکی میاد در حمایت از کودکان مظلوم غزه پرونده کیفری بین المللی تشکیل میده و تعقیب میکنه این نشون میده که وجدانهای پاک و فطرتهای بیدار حواسشون هست اگر یک عده هم در خواب بودن وجدانشون رو زیر پا گذاشته بودن بعد از این اتفاقات مجبورن برگردن به این مسیر و این برای ها بسیار سنگین خواهد بود یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون